عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت عزیزان همراه من رضا مبشرنیا هستم دارای مدرک دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی و عضو هیئت علمی دانشگاه درسایی که خدمتتون تقدیم میشه برای مجموعه فرادرس تهیه شده و عنوان درس مشخص است عنوان کلی درس آموزش زبان به کمک کامپیوتر و در این جلسه ششم قصدم این است که خیلی به اجمال خیلی خلاصه در مورد آموزش لغت به کمک کامپیوتر با هم صحبتهایی رو داشته باشیم از باب مقدمه با خدمتتون ارز کنم که لغت ها به عنوان بلوک های سازنده زبان محسوب میشن یعنی بنا به یک تعریفی از یکی از بزرگان این رشته گفته که اگر ما گرامر رو به عنوان چسب یا به عنوان سیریش یا به عنوان یه ماده چسبنده حساب بکنیم که اجزا رو اجزای جمله رو به هم می چسبونه اون اجزا چیا هستن همین لغت ها هستن بنابراین لغت ها به عنوان بلوک های سازنده زبانن شاید معنای دومی هم مد نظر باشه و اونم اینه که اگر گرامر جمله اشکالی داشته باشه ممکنه در امر ارتباط ایراد اصلی رو وارد نکنه یعنی ما بتونیم با گفتن کلمات و با گرامر ناقص یا نادرست بتونیم منظورمون رو برسونیم ولی اگر گرامر رو کاملا خوب بلد باشیم ولی لغت بلد نباشیم ارتباطی صورت نخواهد گرفت بنابراین اصلی ترین بلوک سازنده زبان شاید بشه عنوان کرد که لغت ها هستن مورد دیگری که مقدمتا با خدمتون بگم لزوم صرف وقت و انرژی فراوان برای یادگیری لغت هاست خودتون مستحضر هستید که اگر ما لغت ها رو به عنوان بلوک های سازنده حساب میکنیم تعدادشون بسیار زیاده شاید صدها هزار کلمه در هر زبان مدرن و پیچیده وجود داره و اگر فراگیر زبان آموز بخواد همه اینا رو بهشون مسلط بشه نیاز هست که وقت خیلی زیاد انرژی فراوان و امکانات لازم رو برای یادگیری لغت ها حتما داشته باشه و وقتش رو صرف یادگیری زبان بکنه مورد بعدی لزوم آموزش مستقیم و سریح معنای لغات است و اجتناب از حدس نادرست گرچه ببینید ما پیشنهاد میکنیم که وقتی در شرایطی قرار داریم که دسترسی به دیکشنری نداریم چاره غیر از حدس نداریم البته یعنی همین که حدس بزنیم معنای کلمه مربوط به خوراکی هست مربوط به یه نوع گل هست مربوط به یک نوع رشته درسی به عنوان مثال یا هر چیز دیگری کار ما رو راه میندازه ولی درست و اصولش اینه که ما از همون اول معنای لغت ها رو به صورت صریح و آشکار یعنی معنای درستشون رو یاد بگیریم و از حد زدن بیم مورد اجتناب بکنیم مورد بعدی که باز از باب مقدمه باید خدمتون بگم لزوم تمرین فراوان جهت به خاطر سپاری معنای لغت هاست به خاطر اینکه تعداد لغت ها خیلی زیاده بنابراین تمرین زیادی هم نیاز هست که ما بتونیم اینا رو حفظ کنیم البته حفظ کردن نه به این معنا که توتیوار یا به صورت یه دیکشنری لغت ها رو حفظ کنیم نه منظور یاد گرفتن لغت ها در بافته در یه جمله به عنوان مثال به صورت به خاطر تعداد فراوان تمرین فراوانی هم طلب میکنه و اگر بخوایم که لغت های روزمره رو لغت های اکادمیک رو لغت که مورد نیاز هست برای انجام کارمون یاد بگیریم نیاز هست که تمرین زیادی داشته باشیم علل خصوص برای لغت که بعضا فرار هستن به دلایل مختلف و نیاز هست که اون کلمات رو با تمرین های مکرر و زیاد بتونیم به خاطر بسپاریم در باب تعریف لغت باید خدمتون بگم که صاحب نظرها تعریف متنوع و متفاوتی ارائه کردن از جمله اون تعاریف میشه به اینا اشاره کرد نماد یا علامتی برای هر چیزی که انسانها تجربه میکنن یعنی ما چیزی رو میبینیم باش در تماسیم حالا از طریق حواس پنجگانه یا تجربه یا هر چیز دیگری کلمه ها در اصل نمادها یا علامت هایی برای اون مواردی هستن که ما با حواس پنجگانمون دریافت میکنیم به عنوان مثال وقتی بچه برای اولین بار گربه رو میبینه و جویا میشه از بزرگترش که این چیه مادرش یه اسمی برای اون میذاره و اون کلمه یعنی شکل گفتاری کلمه رو به بچه چکار میکنه معرفی میکنه بنابراین کلمه میتونه علامتی باشه برای چیزی که اون کودک تجربی میکنه برای اولین بار تعریف بعدی که ارائه شده گفتن شکلهای کمینه آزاد زبانه شکل کمینه خودتون مستحضری در البته یعنی اون مینیموم شکلی از زبان که دیگه قابل شکستن به اجزای کوچکتر نباشه وقتی میگیم شکل کمینه و همچنین آزاد یعنی بتونه آزادانه و به طور مستقل به کار بره و معنایی رو برسونه بنابراین وقتی به عنوان مثال از کلمه کتاب از کلمه گل از کلمه گلخانه یا آموزگار یا هر چیز دیگر استفاده میکنیم با وجود اینکه بعضی هاشون سادن و بعضی هاشون کلمات مرکبین ولی شکل کمینه آزاد محسوب میشن یعنی بدون اینکه نیاز باشه اینها رو در ای به کار ببریم میشه یک معنا رو استنباط و استخراج کرد تعریف بعدی عبارت است از بلوک های سازنده معنا ما اگر طبق یکی از اصول ترجمه که میگن واحد ترجمه جمله هست اگر واحد سازنده جمله رو کلمه حساب بکنیم کلمات بس میشن چی؟ بلوک های سازنده اون جمله و هر کدوم هم حامل یک معنا هست دیگه یعنی ما اینا رو به عنوان یک ظرفی میگیریم که معانی داخلشون ریخته شده با معلفه ها و ویژگی های مختلف و مجموعا وقتی ترکیب میشن یه معنای کمینه رو میسازن معنای حد رو و معانی دیگری که به صورت استنباطی و استنتاجی هست همچنین میشه از این جملات چکار کرد استخراج کرد. تعریف بعدی کلمه عبارت است از ابزارهای قدرتمند برای توصیف و توضیح و بیان احساسات و غیره و ذالک خب مسلما وقتی انسان به عنوان یک موجود زیشعور به عنوان یک موجود باشعور میخواد چیزی رو توصیف کنه توضیح بده شرح بده احساسات خودش رو بیان کنه شکایت بکنه گله بکنه ابراز نگرانی بکنه یا هر چیز دیگری نیاز هست که از کلمات استفاده کنه بنابراین از این منظر که نگاه میکنیم کلمه چیه؟ یه ابزار قدرتمند برای بیان هر چیزی هر منظور زبانی میتونه باشه اما در باب اهمیت یادگیری لغت خود لغت چقدر مهمه و اینکه ما زبان آموزانمون رو تشویق بکنیم که لغت یاد بگیرن چقدر میتونه مهم باشه ببینید یکی از دلایل اهمیت یادگیری لغت ها نقش لغت ها در موفقیت شخصی و حرفه هست خصوصا الان که به مدد تکنولوژی ارتباطات ما با سایر مردم با سایر فرهنگ ها راحت تر شده و در جمع مختلف حضور داریم در شبکه اجتماعی فلان حضور داریم نقش لغت ها خودش رو بیشتر نشون میده اگر شخصی بخواد به عنوان مثال در یک مصاحبه شغلی شرکت بکنه و موفق بشه نیاز هست که در اون بخش حرفه خودش با کلمات مورد نیاز خودش آشنا باشه اگر میخواد در زندگی شخصی خودش موفق بشه همچنین نیاز هست که لغت های خاصی رو کلمات رو بلد باشه نحوه استفاده از کلمات رو بلد باشه به با عنوان مثال اگر میخواد یه شخصی رو توصیه کنه نصیحت کنه که کاری رو انجام بده یا نده نیاز هست که در اون رابطه لغت ها رو بلد باشه کلا کار در زندگی شخصی و حرفه ما منوط هست به آشنایی ما با لغت ها و همچنین نحوه کاربرد لغت ها لغت ها میتونن به عنوان حاملان معنای فرهنگی هم باشن و از این نظر خیلی مهمن همه شاید به این مسئله استهزار دارند که با وجود این که به عنوان مثال دارم ارز میکنم وال به فارسی میشه دیوار و دیوار به انگلیسی میشه وال ولی قطعا معنایی که در کلمه دیوار و در کلمه وال جمع شده یکسان نیست و چه بسا خیلی از کلمات اینجوری هن. یعنی زمانی که میخوایم این رو از یک زبانی به زبان دیگه ترجمه بکنیم نیاز هست که به اون تفاوتهای فرهنگی کلمات توجه داشته باشه بنابراین ما شاید یه نوع ساده انگاری باشه میگیم آقا وال یعنی دیوار دیوار یعنی وال در حالی که اگر عمیقتر به این قضیه نگاه کنیم متوجه میشیم که کلمات حامل معناهای اضافه ای هم هستند که حالا جای بحثش اینجا نیست البته و اینو در باب معناشناسی و واجیشناسی باید مورد بحث قرار داد به صورت لغت ها میتونن حامل معنای فرهنگی باشند به عنوان مثال ما وقتی در فارسی از عید قربان از عید فطر از آشورا و صحبت میکنیم به نوعی با این کلمات اون هایلایت های فرهنگی و مذهبی خودمون رو هم داریم شکار میکنیم منتقل میکنیم داریم بیام میکنیم لغت ها به عنوان ابزار اندیشه بله کاملا مشخصه که ما قبل از اینکه جمله ای رو به زبان بیاریم قطعا این رو در ذهنمون در مغزمون شکل دهی می که خودش البته پروسه خیلی پیچیده ذهنی داره ولی در هر صورت قبل از اینکه جمله ادا بشه در ذهن داره شکل میگیره یعنی لغت ها و مجموع لغت یعنی جملات به عنوان چی ابزارهای بیان اندیشه به حساب میان نقش لغت ها در درمان های روانشناختی پس ببینید ما زمانی که در درمان های شناختی یا روانکاوی و امثال هم از افراد سوال میپرسیم و ازشون مصاحبه میگیریم متوجه میشیم که بعضی از کلمات کلیدی هستند به سمت شناسایی یک بیماری یا نتیجه یک بیماری یا یک آرزه یا یه رخداد یه عقده یه واقعه تلخ یا شینی که در زندگی شخص رخ داده بنابراین لغت هایی که اون کسی که به عنوان ما مراجعه کرده به کار میبره به ما کلیدی میده یه پنجره ای هست که ما بفهمیم در ذهن این شخص و در مغز این شخص یا در زندگی گذشته این فرد چه اتفاقاتی افتاده لغت ها به عنوان ابزار بیان احساسات که من زبان شعری رو اینجا به عنوان مثال آوردم ما اگر بخواهیم از زبان شعر استفاده کنیم برای بیان احساسات آزاد نیستیم مختار نیستیم از هر کلمه ای که خواستیم استفاده کنیم شعر به خاطر مقیداتی که داره نیاز هست که از لغت و از اوزان و بهرهای خاصی استفاده بکنه بنابراین لغت رو به عنوان بیان ابزار احساسات میتونیم استفاده کنیم در ژانرهای خاصی مثل شعر از این بابت لغت ها بسیار مهمند یعنی بسته به معنایی که ما میخوام به شنونده یا خواننده منتقل کنیم نیاز هست که بدونیم از کدوم کلمات باید یا نباید استفاده کنیم مطلب بعدی که میخوام خدمتون بگم انتخاب مطالب مناسب آزبک برای آموزش لغت های مناسب یعنی ما اگر بخوایم از کامپیوتر به عنوان وسیله برای آموزش لغت استفاده کنیم از چه مطالبی میتونیم استفاده کنیم مطلب مناسب رو اول باید تعریف بکنیم متنایی که با لغتهای مورد نیاز زبان آموزان تناسب داشته باشه به عنوان مثال تناسب موضوعی داشته باشه شاید تناسب موضوعی رو در نگاه اول بتونیم وصل کنیم به ESP یا آموزش زبان به عنوان یا به خاطر مقاصد ویژه به فرض میخوایم که نحوه کار با کلمات شعر رو یا کلماتی که در متون نصر و شعر هم سالون به کار میرن به بچه ها یاد بدیم پس نیاز هست که متنهایی رو بیاریم نمونه شعرهایی رو بیاریم که لغت های مورد نیاز زبان آموزان درشون حاضر باشه یعنی بچه ها ببینند و یاد بگیرن یا اگر میخوام لغت های رشته الکترونیک رو به بچه ها یاد بدیم باز نیاز هست که متنهایی رو بیاریم که در اون متنها لغت های الکترونیک لغت های برق به کار رفته باشه و بچه ها بتونن از اون متن ها لغت ها رو یاد بگیرن مورد بعدی در باب مطلب مناسب متنایی که زبان آموزان آماده یادگیری اونا هستن یعنی لغت های دارای سطح دشواری مناسب قبلا البته در این باب صحبت شده در های قبلی در درس قبلی ولی من حیث مجموع زمانی که از آمادگی برای یادگیری صحبت میکنیم عواملی مثل علاقه انگیزه یا اون نظریه که منتسب به استیفن دی کراشن بود خدمت شما قبلا گفته شد آی پلاس وان یعنی اون چیزی که شخص الان بلده به اضافه یک درجه دشوارتر اگر خیلی دشوار باشه یاد نمیگیره اگر هم سطح دشواری نداشته باشه یا منفی باشه که اصلا بازم هیچ یاد نمیگیره و توصیه به این است که ما وقتی میخوایم لغتهایی رو انتخاب کنیم برای آموزش بیشتر یک درجه از اون چیزی که بچه ها بلدند دشوارتر باشه نه خیلی خیلی دشوار باشه و نه خیلی راحت که چیزی برای آموختن نداشته باشه مورد بعدی متنهای دارای لغتهای پرکاربرد باشه یعنی اینکه ما اگر بخوایم استفاده از متن رو مبنای آموزش لغت قرار بدیم اون متنهای ما باید عمدن و برنامه ریزی شده حاوی لغتهای پرکاربرد باشه به عنوان مثال اگر میخوایم در قالب یک متن مکالمه روزمره ای رو به عنوان مثال مراجعه به بانک و نقد کردن پول اگه میخوام این رو آموزش بدیم پس اون متنی که داریم استفاده میکنیم باید متناسب با اون موضوع باشه یعنی متناسب با مراجعه شخص به بانک باشه و توش پر از کلماتی باشه که احتمال میدیم هنگام مراجعه فرد به بانک جهت گرفتن پول به کار میره نکته بعدی انتخاب مطالب مناسب آزبک برای آموزش مستقیم یا explicit teaching مربوط به لغت ها. یعنی اگه بخوایم از آموزش مستقیم استفاده کنیم چه نوع مطالب مناسبی رو میتونیم انتخاب بکنیم. خب در این باب باید خدمتون بگم که معرفی لغت و خصوصا لغت های جدید به همراه ارائه تمرین جهت یادگیری معنای اونها یکی از اصول اولیه است. یعنی چه بسا ارائه لغت به تنهایی کافی نیست ما به خاطر اینکه مطمئن بشیم زبان آموز لغت ها رو یاد گرفته حتما نیاز است که از اونا بازخورد داشته باشیم بازخورد که ارز میکنم خیلی ساده میشه ارائه تمرین البته شکل مختلفی داره و من در اسلایدهایی که بعدا در همین درس شیشم خدمتتون خواهم گفت اینا رو بهش اشاره خواهم کرد که از چه راهکارهایی میشه استفاده کرد که از بچه ها بازخورد بگیریم نکته بعدی اینه که ما اگر بخوایم لغت رو آموزش مستقیم انجام بدیم خب از چه طریقی میتونیم انجام بدیم یکی ارائه تصویره خصوصا در سطوح مبتدی ارائه تصویر معجزه میکنه شاید به خاطر محدودیت هایی که برای آوردن بعضی از اشیاء به کلاس وجود داره آوردن تصویر یا آوردن مینیاتور اون یا مدل خیلی کوچیک اون شیع یه راهکار خیلی عالی باشه بی باشه و خصوصا از نتیجه مطالعات روانشناختی زبان روانشناسی زبان که انجام شده ثابت کرده که ارائه تصویر ارائه لغت همزمان یعنی ارائه لغت با تصویر همزمان میتونه تاثیرات یادگیری خیلی شگرفی داشته باشه مورد بعدی اگه بخوایم آموزش مستقیم لغت رو انجام بدیم ترجمه به زبان مادری هست خب چه ایرادی داره زمانی که ما احساس کنیم ارائه تعریف لغت باعث سردرگمی میشه خب خیلی راحت میایم ترجمه اون کلمه رو به زبان مادری زبان آموزان بیان میکنیم به عنوان مثال دارم ارز میکنم اگر ما بخوام یه گلی رو تعریف کنیم به انگلیسی تعریف کنیم ممکن این تعریف باعث بشه که ذهن زبان آموز بره به سمت یه گل دیگری اصلا چون گل یه گیاه و با خیلی از گیاه های دیگه اشتراکات شکلی معنایی داره به خاطر اینکه از این فوت وقت و فوت انرژی و فوت توجه جلوگیری بشه شاید یک راه خوب این باشه که خیلی راحت بگیم این کلمه به فارسی میشه فلان و خیلی مطمئنا تاثیر آموزشی به بهتری خواهد داشت. ارائه مترادف ها یه راه دیگری است برای آموزش مستقیم. اگر بخواهیم که زبان آموز در باب آموزش و لغت باز به نتایج خوب برسه میتونیم کلمات هم معنا رو با هم به صورت یه لیست ارائه کنیم البته باز تکرار میکنم باز تاکید میکنم ارائه کلمات ارائه مترادفا صرفا به صورت یک لیست ممکنه زیاد فایده ای نداشته باشه و حتما نیاز است که هر کدوم از اینها در یک یا دو جمله به کار رفته باشه و همچنین از طریق به کار بردن این کلمات مترادفا در جمله زبان آموز متوجه تفاوت اینها بشه راه بعدی ارائه لغت ها در بافته یعنی همه اینها ارائه مترادف ها و امثال زالک یک روش بسیار موثرشون اینه که اینا رو در بافت بافت ارز میکنم کمترین معناش یعنی ارائه لغت در یه جمله حالا اگر ما بتونیم شرایط اجتماعی رو شرایط محیطی رو جوری مرتب بکنیم که کلمه در بافت اجتماعی مورد نیاز و مناسب خودش ارائه بشه که نتیجه بسیار بسیار پرثمری خواهد داشت قطعا به عنوان مثال اگر میخوان به بچه ها کلماتی که در بیمارستان به کار میده یاد بدیم اگر اونا رو ببریم در محیط بیمارستان و این کلمات رو بهشون یاد بدیم تاثیرش دو چندان خواهد بود قطعا یعنی هم در جمله داریم اینا رو استفاده میکنیم هم در بافت اجتماعی مناسب و مورد نیاز راه بعدی عبارت است از آموزش لغت ها از طریق استفاده از است سایر لغت های هم و یا هم خب نتیجه پژوهش ها اثبات کرده که ما اگر بخوایم نتیجه مثبتی نتیجه پرتاثیری از آموزش و لغت بگیریم یک راه خوبش اینه که ما لغت ها رو به صورت همخانواده به بچه آموزش بدیم لغت های هم از لحاظ ظاهری به هم شباهت دارند و راحتتر آموخته میشن یا لغت های همزمینه لغت هایی که از لازم موضوعی به هم مربوطن به عنوان مثال اگر قرار در یه متنی لغت هایی رو که مربوط به تعمیرگاه اتومبیل هست به بچه ها یاد بدیم اولا بهتره که یا اون اشیا رو بیاریم کلاس یا بچه ها رو ببریم تعمیرگاه و اونجا چکار بکنیم انواع اقسام آچارها ابزارها و وسایلی که در تعمیر اتومبیل به کار میره به بچه چکار کنیم آموزش بدیم اینا قطعا نتایج بسیار ماندگارتری خواهد داشت در امر آموزش لغت مورد بعدی در باب آموزش لغت به کمک کامپیوتر ترفندهای آموزش لغت است و میخوایم ببینیم که آموزش نحوه ایجاد تعامل با کامپیوتر در آموزش لغت چجوری میتونه باشه یعنی بچه ها بتونن با کامپیوتر تعامل کنن چجوری؟ یک استفاده از برنامه ها و نرم‌افزارهای های تعاملی جهت ارائه مطالب خواندنی یا شنیداری. در اصلادای قبلی هم داشتیم در درسای قبلی سعی می کنیم از برنامه ها و نرم استفاده بکنیم که زبان آموز بتونه با کامپیوتر با اون نرم‌افزار تعامل داشته باشه. به عنوان مثال روی کلمه کلیک کنه اطلاعاتی رو بگیره. یا تمرینی رو داره جواب میده اگر اشتباه هست کامپیوتر بهش چیکار بکنه بازخورد بده بنابراین اگر مطلب خواندنی یا شنیداری رو داریم عرضه میکنیم به زبان آموز که توش لغت یاد بدیم نیاز هست که اون برنامه قابل تعامل باشه با زبان آموز مورد بعدی دسترسی به معنای لغت جدید در حین خواندن که باز یه جوری زیر مجموعه تعامل میشه یعنی اینکه به جای اینکه دانش آموز زبان آموز کلمه جدید رو در بافت جمله حدس بزنه چیکار بکنه روی کلمه کلیک بکنه به عنوان مثال بره به دیکشنری یا اینکه روی کلمه نگه داره موس رو و معنای کلمه تعریف کلمه به صورت پاپ اونجا چی نشون داده بشه بازم توی پرانتز عرض میکنم حد زدن معنای کلمه جدید جای خود داره البته یک تکنیک بسیار موثره ولی در آموزش مستقیم میگن که از حد زدن استفاده نکنید امکاناتی رو فراهم بیارید که زبان آموز بتونه معنای لغت رو مستقیم یاد بگیره از جمله چی دسترسی به معنای کلمه از طریق حالا کلیک کردن و وصل شدن به دیکشنری یا هر روشی دیگر مورد بعدی درگیر ساختن زبان آموزان با تصاویر، انیمیشن ها، لینک های اینترنتی و امسالوم که باز نوعی تعامل با کامپیوتر به حساب میاد. بله اگر شخصی داره لغت هایی رو یاد میگیره ممکنه با کلیک کردن روی کلمه تلفظ کلمه رو بشنوه. خب تعامله. ممکنه با کلیک کردن روی کلمه وصل بشه به ایمیج گوگل به عنوان مثال قسمت تصاویر گوگل و اونجا چکار کنه عکس کلمه رو ببینه یا ممکنه یه انیمیشن کوتاهی در اختیارش قرار بگیره یا لینک های مفیدی باشه که با کلیک کردن روی اونا بتونه موارد و اطلاعات بیشتری رو در باب اون کلمه به دست بیاره مورد بعدی نحوه ایجاد تعامل بین زبان آموزان در آموزش لغته قسمت قبلی زبان آموز و کامپیوتر با هم تعامل داشتن اینجا چی خود زبان آموزا بین خودشون چه تعاملی میتونن داشته باشن که در امر آموزش لغت بتونه به اینا کمک بکنه یک معرفی لغت های جدید به منظور ایجاد بحث و گفتگو بین زبان آموزان یعنی ما لغت ها رو به بچه ها معرفی کنیم و بچه ها این لغت ها رو که یاد گرفتن با هم شروع کنن در موردشون حالا یا جمله بسازن یا اگر این کلمه چیزی رو به خاطر اینا میاره بشینن با هم بحث و گفتگو بکنن تعامل بین زبان آموزان صورت بگیره مورد بعدی استفاده از بازی های کامپیوتری جهت ترغیب زبان آموزان به گفتگو چون بازی های الان خیلی هوشمندانه تر هست و باعث تحریک تفکر زبان آموز میشه اتفاقا خوبه یعنی بچه ها دارن بازی کامپیوتری رو انجام میدن اگر درش مکالمه موجوده و یا توضیحی جمله هست که در روی صفحه نمایش دیده میشه و حاوی کلمه ای هست که جدیده میتونه زبان آموزان رو ترغیب کنه که با هم دیگه چیکار بکنن اونجا نگه دارن بازی رو مکس کنن پاز کنن و شروع کنن در باب اون کلمه باز به بحث و گفتگو پس استفاده از بازیهای کامپیوتری هم یه روش بسیار خوبی است که میتونه بین زبان آموزان تعامل رو ایجاد کنه مورد بعدی امکان کمک زبان آموزان به یکدیگر در حین یادگیری لغت ها قطعا بله زمانی که بچه ها در بابه لغت شروع میکنن با هم به بحث و گفتگو ممکنه دو نفر سه نفر از بچه ها این لغت رو بلد نباشند یه چند نفر دیگه بلد باشن بنابراین میتونن به همدیگه دیگه چکار بکنن کمک بکنن حالا یا مستقیما معنا کلمه رو به دوستشون میگن یا نه یه وضعیتی رو به تصویر میکشن توضیح میدن یا یک تعریف رو ارائه میکنن که اون شخص دوم بتونه از راه توجه به اون بافت یا اون وضعیت یا اون تعریف بتونه معنای کلمه رو چکار کنه متوجه بشه معنای کلمه رو بگیره خب مورد بعدی که با توضیح بدم خدمت شما کمک به زبان آموزان برای ایجاد استراتژی های شخصی در یادگیری لغت هاست یعنی اینکه که اصطلاح در قبلی که باز خدمتون هست کردم عوضی که به اینا ماهی بدیم به اینا ماهیگیری یاد بدیم کمک بکنیم اینا استراتژی های خاصی رو یاد بگیرند و بتونن خودشون لغت ها رو به نحو خیلی بهتری یاد بگیرند ببینید یکیشون لزوم یاددهی استراتژی های آموزش لغت به علت ناممکن بودن آموزش همه اونا در کلاس چون همه لغت ها رو نمیشه در کلاس به زبان آموز یاد داد ما باید راه رو به اینا نشون بدیم که خودشون بشینن متنا رو بخونن و لغت ها رو چی یاد بگیرن به عنوان مثال دارم ارز میکنم میتونیم به بچه ها بگیم که از کالوکیشنز از همایندها کمک بگیرن به عنوان مثال اگر در فارسی میگیم نان و پنیر کره مربا این یه استراتژیه یعنی بچه ها متوجه باشن که هر کلمه‌ای میتونه با کلمات دیگر همنشین باشه و سعی کنه در آموزش اینا رو با کلمات همنشینش یاد بگیره مورد بعدی فریزل ورب هست کلمات یا افعال مرکب افعال اصطلاحی بهشون میگیم اینا میگه روش خیلی خوبیه که چون خودش نوعی از کالوکیشن به حساب میاد حداقل دو کلمه با همه دیگه افعال اصطلاحی فریزل وربز یه روش خیلی خوبی است برای آموزش فعلها علل خصوص یادگیری کلمه در جمله یه استراتژی دیگری هست و شدیدا توصیه میشه به جای اینکه بچه ها لیستی از واژار رو حفظ کنن اون کلمات رو در جمله یاد بگیرن مورد بعدی استراتژی میتونه استراتژی ایجاد تدایی باشه اسوسییشن یعنی پیوند دادن کلمه به یک حادثه یا یک پدیده آشنا در زبان مادری زبان آموز خب که از کردم به این میگن حالت تدایی یا استفاده از وقایع محیطی هست یا مثلا صحبت کردن در مورد یک واقعه یا توصیف یک واقعه به انگلیسی اینا میتونه چی باشه جزو استراتژی هایی باشه که میتونیم به بچه ها یاد بدیم که خودشون بدن کلمات رو یاد بگیرن خصوصا کلماتی که بلد نیستن علل خصوص وقتی من خدمت شما عرض میکنم که در مورد یک واقعی بیان صحبت بکنن منظورم این هست که زمانی که اینا میان در مورد یک حادثه ای واقعی صحبت بکنن متوجه میشن که چه کلمه ای رو چه کلماتی رو بلد نیستن اون کلمات رو میتونن یادداشت کنن و برن بعدا یاد بگیرن آموزش فنون جستجوی لغت، جستجوی تعریف لغت، معنای لغت ها در دیکشنری های آنلاین یا آفلاین تا نمیکنه. باید به بچه ها بگیم که برای پیدا کردن لغت نیازی نیست که حتما ورق بزنن دیکشنری رو تا کلمه رو پیدا کنن چون وقتی یاد بگیرن که کلمات به صورت الفبایی مرتب شده و روی هر صفحه کلمات راهنما وجود داره گاید ورد داره به راحتی میتونن خیلی سریع برسن به محل اون کلمه در دیکشنری کاغذی دیکشنری های هارد کاپی حالا اگر از دیکشنری آنلاین استفاده میکنیم باز شاید نیاز باشه که به بچه ها یاد بدیم که سرچ رو بیارن اونجا تایپ کنن و چجوری از قسمت‌های مختلف و اون صفحه دیکشنری استفاده بکنن معرفی دیکشنری و فهرست لغت‌ها حتما بایستی به زبان آموز اینا رو معرفی کرد یعنی زبان آموز نیاز بدونه چه دیکشنری آفلاین آنلاین وجود داره و کیفیتش خوبه که بتونه کمک کنه یا مثلا نحوه کاربرد با فهرست لغت ها یا بهشون میگن کنکوردنسرز که به اونا یاد بدیم که چجوری میتونن یک کلمه رو در لیست عظیمی از جملات که به طرز خاصی زیر هم دیگه مرتب میشند اینا رو چجوری جستجو کنن و یاد بگیرن خصوصا ها یا فهرست لغت ها میان کلمات رو در داخل جمل کلمات مختلف به زبان آموز نشون میدن مون اون کلمه مورد نظر همش تو وسط خط قرار میگیره یعنی به صورت یه خط عمودی میاد پایین این اونورش کلمات دیگری هستن که در اصل بافت سازی میکنن برای اون کلمه مورد بعدی ارزیابی زبان آموزان در هنگام آموزش یا در انتهای آموزشه که قبلا در درسای قبلی هم خدمت شما گفته شده که یا فرماتیو هست در حین آموزش یا سامتیف هست در انتهای آموزش که ما میخوایم از بچه ها امتحان بگیریم ببینیم که بچه ها یاد گرفتن و احیانا چقدر یاد گرفتن استفاده از آزمون های دوره میان به اینا کویز میدیم آزمون های قوهی بهشون کویز میدیم و حالا یا خودمون اینا رو تصمیم میکنیم به عنوان مدرس یا از پیر کرکشن استفاده میکنیم هم کلاسی هاشون تصمیم میکنن یا خود کامپیوتر این رو تصمیم میکنه و بازخورد فوری میده ارز کردم قبلا اگر تمرینی هست که بچه ها تعریف کلمه ای رو یا مترادف کلمه ای رو باستی کلیک بکنند اگر غلط باشه کامپیوتر در جا چکار میکنه مثلا یه علامت هشدار میده یا خط قرمز میزنه یا به هر طریق دیگری نشون میده که جواب انتخابی ما اشتباهه. معرفی نرم افزارهای آزمون لغت به کمک کامپیوتر الان خوشبختانه به مدد تکنولوژی تعداد اینها کم نیست یعنی اگر ما در منابع و ریسورس های مربوطه نگاه کنیم خیلی از این نرمافزارها ها رو که میان از بچه ها آزمون میگیرند آزمون و لغت میگیرند خیلی میتونیم پیدا کنیم هم اونایی که پایشون کامپیوتر هست هم اونایی که پایشون سیستم های عامل موبایله به عنوان مثال میشه از اپلیکیشن های مثل Word اپ Vocabulary یا وکابیولری بیلدر یا وکابیولری کویز اپ یا انگلیش وکاب کویز یا انگلیش وکابیولری تست تعدادشون خیلی زیاده و اینا که من خدمتتون از کردم فقط از باب مثال است اگر خود عزیزان بگردند، تعداد بسیار زیادی از این نرم رو میتونن دسترسی داشته باشند برای آزمون لغت یا اینکه معرفی سایت های آزمون لغت به کمک کامپیوتر که حتی بعضی سیستم نمره گذاری هم داره که اون آخر میگه نمره شما از این آزمون این نمره از مجموع این نمره است تعداد اینا هم بسیار زیاده یعنی کسی که سرچ بکنه اونقدر لینک در اختیارش قرار خواهد گرفت که قطعا خیلی راحت از بین سایت های و لینک های ارائه شده بهترین ها رو بتونه انتخاب کنه و ازشون استفاده کنه از باب مثال نگاهی داریم به تعدادی از این سایت ها. یکی از سایت هایی که من فقط از باب مثال باز ارز میکنم انتخاب کردم چون تعدادشون خیلی زیاده سایت visualwords.com ببینید سیستم جالبی داره من اومدم کلمه water اینجا تایپ کردم و اومده چکار کرده به صورت یک نمودار بعضی از کلماتی که با water هم نشین هستند یا مربوط هستند به من نشون داده خب کاملا مشخص من اومدم بعدش چکار کردم روی این قسمت موسو رو نگه داشتم Water بیس Paint و اومده تعریف Water بیس Paint رو هم به من چکار کرده نشون داده یکی از راه های بسیار عالی در باب چی؟ تعامل زبان آموز با سایت تعامل زبان آموز با کامپیوتر سایت بعدی رو خدمتتون بگم سایت etimoonline.com یکی از استراتژی هایی که میشه به اون استراتژی که خدمتتون عرض کردم اضافه کرد استفاده از پیشوند و پسوند و ریشه و امثال از خصوصا ریشه ای کلمات یا تاریخچه کلمات اتیمالوجی هستی اتیمو آنلاین ما میام چکار میکنیم کلمه رو اینجا تایپ میکنیم که این البته از سایت آنلاین اتیمالوجی دیکشنری هست اسم این برنامه وقتی کلمه رو درش تایپ میکنیم تاریخچه کلمه رو به ما نشون میده و چه بسا در این تاریخچه داستانی هست یا چیزی است که ما از قبل بلدیم و این معنای جدید رو کلمه جدید رو به اون چیزی که بلدیم متصل می کنیم و قطعا کلمه رو خیلی راحتتر یاد میگیریم و چه بسا العمر فراموش نمی کنیم من اومدم یه مثال اینجا انجام دادم همون کلمه water اینجا تایپ کردم اومده چکار کرده تاریخچه بسیار مختصری از کلمه آب رو به من نشون داده Old English نوشته در انگلیسی باستان اینجوری نوشته می شده معنای این رو داشته از کلمه water گرفته شده که اسم و معناش دایلوت بوده به معنی رقیق کردن بوده و میگه که این کلمه از اواخر قرن چهاردهم ایجاد شده این معنا گرفته شده now usually از water down الان کلمه دایلوت در است به صورت چیه water down که در سال 1850 این اصطلاح ایجاد شده to make water و همچنین معانی دیگری urinate is recorded from early 15th century related watered watering و کلمات مرتبط رو هم بعضا نقل میکنه از این سایت ها فراوان داریم سایت هایی که اطلاعات خیلی بیشتر از صرفا یک تاریخچه رو به ما میدن پر از مثال ها هست و پر از جملاتی هست که افراد سرشناس مثل شعرا مثل نویسنده ها اومدن از اون کلم استفاده کردن جمله اونا رو چکار کرده لیست کرده و به ما نشون میده مثال دیگر سایت wordhipo.com برای بچه ها هست مشخصه wordhippo میتونن حالت سرگرمی و تعامل با کامپیوتر رو ایجاد بکنند البته این قسمت رو اگر توجه بفرمایید این تبها رو سینونیمز داره مترادفن متضادن تعریف کلمه کلمات که احیانا هموزنند رایمز یا حاوی شعر حاوی آهنگ آهنگ های بچگانه است جملات ترجمه پیدا کردن کلمه Word forms شکلای کلمه و نهایتاً pronunciations تلفظا یعنی اگر کاربر بیاد اینجا کلمه رو تایپ بکنه میتونه به تناسب هر کدوم از این تبه ها اطلاعات رو در مورد اون کلمه چکار بکنه به دست بیاره و یک بازی و سرگرمی و روش یادگیری بسیار عالی محسوب بشه خصوصاً برای بچه ها من یکی از اینا رو به عنوان مثال خدمتتون انجام دادم و همون کلمه بوی رو اینجا آوردم و گفتم که سینونیم هاش رو به من نشون بده و اومده چکار کرده یک لیست طویلی از کلماتی که به نوعی مربوط به کلمه بوی هست اومده به من نشون داده و اگر شما در سایت مربوطه وارد بشید و کلمه مر رو فشار بدید میرید به صفحه بعدی و قطعا مثال های بیشتری رو اونجا میبینید یه لیستی از منابعی که در تهیه درس ششم ازشون استفاده شده من خدمتون آوردم و امیدوارم که این مبحثم مثل مبحثهای قبلی مورد عنایت و استفاده شما قرار بگیره ایام خوبی رو براتون آرزو مندم خدا نگهدارتون